بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می خوانیم درس 52 که این درس عنوان عمومیش چی است؟ موارد استعمال مشتق. ما در درس گذشته مشتق خواندیم، حال مورد استفاده ایش می خوانیم. مورد استفاده ایش، ما قبل از اینکه برم سر عنوان های مغلقش گپ بزنم، دو عنوان ما امروز خود خواندیم، یکی که حل لمت توسط مشتق خواد بود و همچنان وقتی تو مشتق بخوانی مشتق توسط شکل لمت حل بکنی میتونی بازی شکلای مبهم هم حل بکنی. خب بر ما چی میگه؟ میگه اگر تو یک دونه لمت داشته باشی که به این شکل باشه، لمتی که xش تقرب به یک عدد کده از f x بر g از x، تو اگر جواب گرفتی که 0 بر 0 و یا اگر جواب گرفتی که لایتنایی بر لایتنایی، ده هر دوی از این دو دانه صورت، ده دو صورت تو میتونی هم از صورت مشتق بگیری و هم از مخرج مشتق بگیری، ده صورت سوال تا حل بکنی. سعیس کوره قضیه هوپیتال یا لوپیتال میگنشه که لمت بازم بونمو عدد تقرب کده از صورت هم مشتق میگیری، از کجا مشتق میگیری؟ از مخرج هم مشتق میگیری. در این صورت باز جواب ازی پیدا میشه. اما بازم فراموشتان نشه، اگر صفر بر صفر یا لایتنی بر لایتنی نبود، نمیتونی از مشتق کار بگیری. که یکی در شاگردار دیدیم که یار حالت پیش شد آجل مشتق میگیره، نه اجازه نیسته. خب حالا خیلی بدون وقت ضایع کردن میریم سر مثال ها. اولین مثال است، وقتی که تو قیمت پرتی 4 منفی منفی 2 کل مربع بر منفی 2 کل به توان 3 مثبت 8. خب 4 منفی 2 مربع ما میشه 4 بر 8 منفی 8 مثبت 8. خلاصه صورت هم صفر شد، مخرج هم. خیال سابق خواه از مطابقت ها و تجزیه کار میگرفتیم، حالا چی میکنیم؟ از مطابقت تجزیه کار نمیگیریم، از طریقه نو کار میگیریم که طریقه لوپیتال است. طریقه لوپیتال هم صورت جدا مخرج بگی هم مخرجه. اکسش تقرب به منفی 2 کرده، از صورت مشتقش میشه منفی 2 اکس و از مخرج میشه 3 اکس مربع. عدد ثابت مشتقش چیه؟ صفر است که نشته نمیکنم. حالا این یک دونه ازی که دی یکی ازی خلاص، در نهایت میرم قیمت گذاری میکنم، منفی 2 بر 3 ضرب در منفی 2، یعنی منفی 2 که در منفی 2 دیگه خلاص میشه. در نهایت اونا میبینیم جواب چی میمانه، 1 بر 3 میمانه که ما هم جواب اول انتخاب میکنم. و بازم میگم همیشه نمیتونی که از مشتق کار بگیری، در صورتی که 0 بر 0 باشه و لایتنایی بر لایتنایی باشه، در دو صورت اجازه داری از قضیه چی کار بگیری، لوپیتال یا هوپیتال کار بگیری. سوال دوم متوجه باشین، وقتی که من قیمت پرتم میشه 4 منفی 5 ضرب در 2 منفی 2 بر 8 منفی 2 به توان 3، بازم 8 است، 3 4 12 منفی 10 منفی 2 بر 8 منفی 8 ما خو میشه 0. حالا 12 من اینجا 12 است، اینجا میشه منفی 12 منفی 12 که مثبت 12، خلاصه 0 بر 0 شد. حالا اجازه دارم از قضیه لوپیتال یا هوپیتال کار بگیرم، از صورت هم مشتق میگیری جدا از مخرج هم. 3 2 6 x منفی 5، مشتقات تمام قوانینش خواندی دیگه، مشکل وجود نداره. سیز حالا میریم قیمت مندازم، 6 ضرب در 2 منفی 5 بر منفی 3 ضرب در 2 مربع. 6 2 ما 12 منفی 5 بر منفی 2 2 4 4 3 ما چی میشه؟ 12. آله از 12 که 5 بره میمونه 7 بر منفی 12. خب پس 7 بر منفی 12 علامه بالا مثبت است، مثبت که تقسیم منفی چه علامه عمومی میشه، منفی 7 بر 12 جواب صحیح یا درست ما. خب جواب 4 جواب درست است، اونم هم انتخابش میکنم. روزگومی وقت ضایع کردن زیاد نمیکنیم، زود حل میکنیم. این سوال قیمت بتم 1 به توان 8، 1 به توان 8 منفی باش که قرآن زده دیگه عزیزه پیدا شد، منفی 1 بر 1 به توان 4 منفی 1 میشه 1 منفی 1 1 منفی 1. خلاصه صورت هم 0 مخرج هم 0. من ناگزیر ناچار هستم از صورت مخرج از قضیه لوپیتال استفاده کرده مشتق بگیرم. خیلی مشتق صورت میشه 8 x به توان 7 و مشتق مخرج میشه 4 x به توان 3. مرحله بعدی کم ساده سازی میکنم، 1 4 4 2 4 8، اینی 3 دانه ازی که از 3 تا ازی خلاص شد 4 تا دیگه ایجا میمونه. حالا نشته میکنم لیمیت که x اش تقرب به 1 کرده از 2 x به توان 4. حالا 2 1 به توان 4 دوباره پس جواب 2 مبرای که جواب صحت جواب 2 است. در این سوال دقت کو گفته x بر 2 تقرب به 1 کرده باشه، ایجا خیلی تقرب مشکل داره. طرفین و وسطین میکنی، مخرج ازی 1 یک از طرفین وسطین که بکنیم، اینی ضرب زو شوه میشه
لمته که یک ضرب در x پس خود x تقرب مثل یک مساوات وارد فکر کو که x بر 2 مساوی به 1 است. زیس x مساوی به 2 آیا نمیشه که طرفین واسطین کنی؟ اینجا هم خیلی یک ضرب در 2 پس خود 2 اون هیچ چیز مشکل وجود نداره. اینی قسمت دیگه هم ما باش که ایشور خورد اینی قسمتش هم ما پس چی میکنم خودشا کپی میکنم بخاطر که هیچ تغییر نخورده. اینجا پس پیستش میکنیم. آها خب حالا خیلی میرم قیمت اندازم. حالا که قیمت پرتی 2 به توان 3 میشه 8 منفی 2 پنج 10 جمع 2 بر 2 به توان 3 بازم 8 منفی 8. خب اینی دو دانه را که جمع بکنیم میشه 10 مثبت 10 منفی 10 0. 8 منفی 8 بازم 0 برآمد. حالا چی میکنم؟ خیلی قضیه لوپیتال باز کار میگیرم. قضیه لوپیتال که کار بگیری لمت اکسش تقرب به 2 کرده از اینجا مشتق میشه 3x مربع منفی 5 بر 3x مربع. حالا قیمت گذاری میکنیم 3 از 2 مربع منفی 5 بر 3 از 2 مربع. 2 2 ما 4 4 3 ما میشه 12 منفی 5 بر 4 3 ما بازم 12. در نهایت در صورت میمانه 7 در مخرج هم میمانه 12. دیده میشه که جواب به نظرم دوم درست است. این سوال مشابه به می مد درس های شروع لمت هم کار کرده بودم. ایده که قیمت گذاری کنی ببین 1 بر 2 منفی 1 بر 2 بر 2 منفی 2 صورت 0 مخرج هم 0. خیلی یک کار دیگه میکنیم. خواه کار دیگه چی که ایده اول ساده که باز مشتق بگیری حالت که مشتق بگیری مجبور استی که یوی بر وی استفاده کنی نه که باز یو زبر وی منفی یو وی زبر بر وی او چقدر جنجال میشه. بیا خیلی اول یک ساده سازی میکنم. ساده سازی لمت x به 2 میرسه اینجا بین از یا مخرج مشترک 2 x میگیرم x با x خلاص میمونه 2 منفی 2 با 2 خلاص میمونه x و در مخرج x منفی 2 است. کم دیگه هم ساده سازی مخرج از خب از 1 از دور با دور نزدیک با نزدیک لمت که x اش تقرب به 2 کنه 1 ضرب در 2 منفی x پس میشه 2 منفی x 2 x ضرب در x منفی 2 آل 2 منفی x بر 2 x ضرب x x مربع میشه منفی 2 2 4 x. یادت باشه که لمت هم اینجا موجود بود تقرب به 2 کرده. حالا که باز قیمت بیتی 2 منفی 2 0 2 2 4 4 2 ما 8 2 4 ما باز هم 8 باز هم 0 بر 0 مبره. خیال اجازه دارم قضیه لوپیتال یا هوپیتال کار بگیرم. لمتی که x اش تقرب به 2 کرده از صورت مشتقش میشه منفی 1 از مخرج 2 2 4 x منفی 4. حالا چی میکنم؟ قیمت مندارم منفی 1 بر 4 ضرب در 2 منفی 4 میشه منفی 1 بر 2 4 8 منفی 4. در نهایت منفی 1 بر 4 جواب نهایی ازی چی میشه؟ حاصل میشه که نمام انتخاب میکنم. سوال دیگر دقت کو بازم کیجه قیمت پرتی 3 ضرب 3 9 منفی 3 9 منفی 3 مربع ما بازم 9 جذر 9 3 از 3 منفی 3 9 منفی 9 ما خود 0 است 0 بر 0. خیلی اجازه دارم مشتق کار بگیرم. اگر باز جنجال تو میشد که تو مجبور میشدی که مشتق کار نگیری باز اونم از دو جا تجزیه کار میگرفتی و گپای گذشته بود. حالا دیگه طریقه نهایتان میدم که یکی از موارد استعمال مشتق است که کدوم لمت حل کنی. لمتی که اکسش تقرب به 3 کرده قضیه لوپیتال. قبل از اینکه قضیه لوپیتال کار بگیرم بیا یک ساده سازی میکنم. 3x است ایره نشته میکنم 3x به توان 1 بر 2 که مشتق گیری برام آسان شه بر 9 منفی x مربع. حالا لمتی که اکسش تقرب به 3 کرده چی میگنم؟ حالا ما قضیه لوپیتال پیش میرم. قضیه لوپیتال یک ضرب در 1 بر 2 پس 1 بر 2 از 3x به توان منفی 1 بر 2 ضرب در مشتق داخل که پس 3 است. عدد ثابت 3 مشتقش 0 است و در پایان چی که پس میشه منفی 2x. حالا پیشروی میکنم لمت که x اش تقرب به 3. خب اینی 3 در صورت نشته میشه 2 هم در مخرج ضرب در اینی دیگر. اگر ما بخوایم آدم وار نشته کنم در مخرج میارمش که میشه 3x به توان مثبت 1 بر 2 1 بر 2 رو هم پس به شکل جذر نشته میکنیم بر منفی 2x. حالا برو دیگه قیمت بده 3 بر 2 ضرب در 1 بر جذر 3 ضرب در 3 بر منفی 2 ضرب در 3. حالا مخرج از اینی چی است؟ یک است اینی 3 که از این 3 خودا چی میکنه؟ خلاص میکنه. یک بر چی میمانه این طرف؟ یک بر
یک لحظه که سیاه بسازم. خواه دو اینی جا جزر نو میشه، جزر نو بازم سه است، بر در مخرج چی داریم؟ منفی دو بر یک. حال دور با دور بازم، نزدیک با نزدیک، مثبت تقسیم منفی خواهیم، منفی میشه دو دو چهار چهار سیمم چند میشه؟ دوازده. خیلی منفی یک بر دوازده، اون جواب حاصل شد. باز هم میرم به طرف حلزی سوال. ده حلزی سوال چیه؟ پس قیمت میگذاری، قیمت که بگذارم A جذر سیوم A منفی جذر سیوم A بر A منفی A، اشتا کام میفهمه که یا تفریق شده صورت هم صفر میشه مخرج هم. خیلی بدون جنجال میریم کار میکنیم. لیمیت که اکسش تقرب به ای کرده. قبل از اینکه قضیه لوپیتال کار بگیری باید یک کمه که ساده کنی که در این حالت مشتق گیری کم مشکل است. اکس بتوان یک بر سه منفی ای دیگه خواهدت ثابت است، ایره هیچ ما دست نمیزنم، هیچ ضرورت نیست که او رو دست بزنی بر اکس منفی ای. حالا ما میرم قضیه لوپیتال کار میگیرم. قضیه لوپیتال اکس به ای میرسه. خب یک بر سه از اکس بتوان از یک بر سه که یک دونه یک کم شه منفی دوی بر سه میشه، کس راست واده مشتق هم میره تشریح کردیم، او دیگه ای خواهدت ثابت است، ای دقصه ایزو نمیشی، از اکس مشتقش چی است؟ یک است. خب حال میریم یک کمک ایره آدم ها رو نشته میکنیم، یکی متوجه شده باشی تا آدم ها گیسریگک میکنه اینجا منفی از دیگه است، یک کم ایره منظم نشته کو گیسریگک واچه می کلمه هست کجا شده. خب هر صورت گمش کو اکس بتوانه منفی یک بر دوست مثبتش کنم در مخرج میریش اکس بتوانه دوی بر سه، لمت که اکسش تقرب به ای کرده یک بر سه خودش باشه یک بر. خب اینی نمایش است به شکل جذری من نوشتش میکنم، جذر سوم اکس بتوانه ای میگم اکس بتوانه دو. حالا که قیمت پرتی در جای اکس ای پرتو خی یک ضرب از این یک، خب بازم میشه چی؟ یک سه ضرب در جذر سوم در جای اکس ای پرتون میشه ای مربع. اینه خیلی با وضاحت دیده میشه که جواب سوم درست ترین جواب است. بازم اولین کار همیشه در لیمیت ها یادت باشه، اگر شکل مبهم نبود ای جگر تسرش خون نمی کنی، باید تشخیص شد چه نوع شکل مبهم است. مثل که مریض دکتر اول میبینه که کدام مریضی داره باز برش دوا میته، بدون ازی که بفهمه مریضیش برش دوا نمیته دیگه که نافامیده اما یک دوا رو برش بته. دکتر افغانستانی کار میکنم، اگر دکتر اصلی و درس خواندگی و ماهر باید این کار نکنن. توهین به دکتر افغانستان نشه یک دیش البته. خب هر صورت ایجا قیمت پرتم 24881 9 جذر 9 منفی 3 2 2 4 میشه جذر 4 منفی 2. خب بازم صفر بر صفر جذر 9 3 3 منفی 3 0 جذر 4 2 2 منفی 2 بازم صفر. حالا خی یک کمک چهره زیر تغییر میتم، بعد از او از قضیه چی استفاده میکنم؟ لوپیتال. خی چهرهش چطور تغییر؟ لمت که به 2 میرسه اکسش 4 اکس مثبت 1 کل بتوان 1 بر 2 منفی 3 بر 2 اکس. نمای زیرام کسری جور کردم از دیگرام. اگر حالت عادی می بود باید تانه از ایره مزدوج می گرفتیم، اما حال دیگه من قضیه لوپیتال کار می گیرم. لیمیت که اکسش تقرب به دو کرده در صورت چی می کنم؟ یک بر دو ضرب در چار اکس مثبت یک کل بتوانه، از یک بر دو که یک بره می مانم منفی یک بر دو ضرب در مشتق داخلیش که چی میشه؟ چار میشه. حالا یک بر دوی ای طرف هم باشه از دو اکس بتوانه یک بر دو ضرب در چی؟ دو. درست مشتق داخلش. حالا چی میکنم؟ این یک بر دو کده یک بر دو خلاص یک دو 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 دوی ما چار میشه. یک کمک ایره ساده سازی کنیم که پیشتر آدم رو نشتهش کنیم. حالا این داره گدواد است. خواه اینی جا یک دونه دو دارم اینه دو، این دیگه نمایش منفیست در کجا میره؟ قرآن زده را در مخرج میره. اینی خدا شرمانده که در مخرج رفت نمایش چی شد؟ مثبت شد. سیست اینا لیره به شکل جذر که نشته کنی اینی دو میره درجه جذر، این یک میره نمایش و در پایان هم عین گپ میشه، یک بر جذر چی جور میشه؟ دو اکس. حالا چی میکنم؟ دور دور و نزدیک نزدیک چی میکنیم؟ نشته میکنیم مساوی از به لیمیت که اکسش تقرب به دو کرده. حالا نشته میکنم که دو ضرب در جذر دو اکس بر جذر چار اکس مثبت یک. حالا میریم قیمت گذاری میکنیم، دو ضرب در دو ضرب دو و در مخرج هم چار ضرب در دو جمع یک. خب دو جذر چار بازم دو از بر دو چار هشت یک نو جذر نو بازم سه است. در نهایت جواب میبره که چار بر سه. خب چار بر سه در کجا است؟ این چار بر سه جواب دوم درست است.
ای لیمیت باید مریضیش تشخیص شوه دو بتوان دو چار 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 ما میشه هشت جذر سیوم هشت منفی دو بر دو پنج ده ده منفی یک ما میشه نو منفی سه. ایر اگر ما در جایش نشته کنم اینی قسمت دو بتوان سه اینی سه با ای سه خلاص دو منفی دو میمانه بر جذر نو ما سه سه منفی سه. صورت هم صفر مخرج هم صفر. خی شکل ما به همه چی جور میشه صفر بر صفر جور میشه. خو انال مرضش پیدا شد که صفر بر صفر از باید چه رقم دوا بتیم مجبور هستم قضیه لوپیتال. اما بختر لوپیتال ما باید اینی جزرا را چریشه یک شکل دیگه نشته کنم که به ما مشتق گیری آسان شه. خی اکس مربع مثبت 4 کل و توان یک بر 3 نشته میکنم منفی 2 و ای دیگر 5 اکس منفی 1 کل و توان یک بر 2 هم ایده نشته میکنم منفی 3. حالا در نهایت چی میکنیم؟ از ای مشتق میگیریم قضیه لوپیتال لیمیت x به 2 میرسه. از خود از این می افاده که مشتق بگیریم یک بر 3 x مربع مثبت 4 کل و توان منفی 2 بر 3 و در مخرج چی که پس یک بر 2 یاد مناره که مشتق داخلی ضرب زبان باید چه 2x. اینجا 5x منفی 1 کل و توان منفی 1 بر 2 ضرب در 5. خب حالا چی میکنم اک میبینیم ساده سازی دیگه امکان نداره. بیا خیلی نشته میکنیم. خب باز قضیه لوپیتال خواهی استفاده نمیکنم امور ادامه میتم لیمیت که به 2 میرسه. خب اینی قسمت 2x کده 3 2x در صورت میره و 3 هم در کجا میره؟ در مخرج. اینی دیگر هم در کجا نشته میکنیم؟ منفیس نماش در مخرج و به شکل جزری هم نشتهش میکنم. خیلی نشته میکنیم x مربع مثبت 4 کل و توانه اینی سه میره درجه جذر میشه که این سه اینجا نشته میکنم و دوم نمای ازمی مجذور میشه. بیا که اینی دو اکس هم که دیگه هست این وسط نشته کنیم که سهی چریش دیگه چی شه آشکار شه. ایگه پار من دیگه تیز کار میکنم چون تو شاگرد ریاضیات آلیستی ایگه پار دیگه باید خودت بفهمی. خواه اینی پنج میره در صورت و چیگه پس اینی دو ضرب در جذر مخرج آمد 5x منفی 1. یگان تو ساده میکنم من ساده نمیکنم دمی حالت ازی ما قیمت گذاری میکنم. قیمت گذاری که کنی 2 ضرب در 2 بر 3 ضرب در جذر 3 همه. خب 2 بتوان 2 4 4 و 4 ما میشه 8 8 چی مربع بر 5 بر 2 ضرب در 2 5 10 10 منفی 1 ما میشه جذر چی 9. بازم ساده سازی کار است. خب ساده سازی که کنیم دو دیم میشه 4 بر اینی 8 است. ما در جای 8 اگر نشته کنم یک 2 به توان 3 جذر 3 جذر 3 همه 2 به توان 3 یک نمای 2 هم در خود داره 2 3 ما چی میشه 6 2 به توان 6 بر 5 بر اینی جذر 9 ما هم 3 3 2 ما هم چند میشه پس 6 خود جور میکنه. حال دقت کو اینی میجه خوب مهم است 1 3 3 2 3 ما 6 در نهایت چی میمانه اینجا؟ میمانه که 4 بر 3 خودش باشه 2 به توان 2 میمانه که 2 به توان 2 من پس دوباره چی است؟ 4 است. ببین 1 3 3 2 3 6 2 به توان 2 من جذر از بین رفت 2 به توان 2 من پس مانه 4 شد دیگه من کدام کار خاص نکردیم. اگه باز هم نفهمیدی یکی خو ای گپای حساب است گپای ریاضیات عالی نیست و اگه استاد ما بود مگه اگر نفهمیدی خدا بفهمانید نمطمئن هستم انشاءالله فهمیدی. خب 4 کده 4 چی میشه خلاص میشه؟ میمانه یک بر سه بر پنج بر شش. اینی جام یک کمک ساده سازی میشه اگر بخوای یک سه سه دو سه ما شش. حال دور با دور و نزدیک هم با نزدیک. خب داخل یک دو دو و یک پنج ما میشه پنج که ما برای جواب دوی بر پنج که اینم هم دوی بر پنج با وضاحت انتخاب میکنم. این سوال خوب متوجه باش گفته لیمیت اینت یک چیز مساوی به 10 است لیمیت اف ایکس تو پیدا بکو. خب اینجا قیمت پر تو عزیزا لیمیت اف ایکس تنها کو دیگه گپ حل است. خب خیلی نشته میکنیم نظر به قضایای لیمیت که ایکسش تقرب به 2 کرده از لیمیت اف ایکس جمع. آیا لیمیت که ایکسش تقرب به 2 کرده ای دیگرام انت نشته کرده نمیتونم نظر به قضایای لیمیت مساوی به 10 آمیشنی. خیلی لیمیت اف ایکس خودش باشه ایکس تقرب به 2 کرده اینجا دو به توان دو میشه 4 جمع 3 مساوی به 10. آله لیمیتی که اکسش تقرب به دو کرده 4 و 3 ما میشه 7 مساوی است به 10. 7 همون طرف رو ایکو که
هدف ما اینه میست که قیمت ازی پیدا شانه. آی لعنتی ها قد تولید صدا میکنن که بیخی. خو هفته کو طرف بریم از ده که هفت بره میمونه سه. خیلی در نهایت میبینیم که جواب ما چی مبره سه مبره که ما من انتخاب میکنم. بازم قیمت گذاری سه و توان دو دوی ما میشه چار منفی هشتاد یک بر دو به توان دو جمع یک ما میشه سه منفی هشت. خو هشتاد یک منفی هشتاد یک بر هشت منفی هشت صفر بر صفر. اجازه دارم قضیه لوپیتال کار بگیرم. قضیه لوپیتال بازم من اینجا یک فرموله کسی یک یادآوری میکنم. اگر ای به توان یو داشته باشی یو زبر ضرب در ای به توان یو ضرب در لن ای مشتقش است. خیلی من میرم مشتق میگیرم لیمیتی که اکسش تقرب به دو کرده. خب مشتق نمای ازی چی است؟ دو است ضرب در سه به توان خودش ضرب در لن سه بر عدد ثابت بیز مشتقش صفر است. از دیگه یک ضرب در دو به توان اکس مثبت یک ضرب در لن دو. حالا که قیمت گذاری بکنیم اک چی گپ میشه؟ خب قیمت گذاری که بکنیم دو ضرب در سه به توان چار ضرب در لن سه بر یک. یک دیگه چی نشته میکنی؟ یک ضرب خود عدد پس خود عدد است. دو به توان سه ضرب در لن دو. حالا اینی یکی از اینی که ده یکی ازی خلاص دوتای دیگه میمونه. سه به توان چهار ما هست هشتاد یک و دو به توان دوی ما هست چهار. لن سه بر لن دو ایده نشته میتونم که لوگ سه به قاعده ای بر لوگ دو به قاعده ای. آله پیش روی دیگام هشتاد یک بر چهار ضرب در لوگ سه به قاعده چی؟ دو. قوانین لوگاریتم استفاده کردم چون قاعده ها اینجا اردوش یکسان بود اردوش ای بود. ما رفتم به این شکل چی کردم نشتش کردم. قانون قاعده دلخواه قانون است در سایه لوگاریتم. باز ببینین اگر فراموشتان شده که میتونستی قانون قاعده دلخواه بیتی یک لوگاریتم من معکوسش اینجا استفاده کردم. خیلی 81 بر 4 لوگ 3 به قاعده 2. 81 بر 4 اینجا هست اینجا هست اینجا هست. اینجا لن هستی خود جواب نیست. اینجا هم لوگ هست اونجا هم لوگ هست. ای 3 به قاعده 2 و 2 به قاعده 3 است. جواب دوم جواب 3 است. خب باز هم میریم اینجا قیمت مندازیم. 3 0 0 منفی 1 بر 0 عدد به توان 0 1 بر 0 1 منفی 1 ما میشه 0 بر 0. خب میتونم قضیه لوپیتال کار بگیرم. قضیه لوپیتال که کار بگیری لیمیتی که اکسش تقرب به 0 میکنه میشه 3 ای به توان 3 اکس بر 1. خب حالا 3 ای به توان 3 در جای x بازم 0 میمانیم. 3 ای به توان 0 عدد به توان 0 1 1 ضرب در 3 پس خود 3 است. خب پس جواب درست هم نیست. 3 اومد من نیست جواب درست خود انتخاب میکنم. ببخشید جواب دومه که 3 است اون رو انتخاب میکنیم. خب به این سوال متوجه شوین وقتی که تو قیمت پرتی چی میبره؟ لایتنی بر لایتنی میبره. خب پس ایره من میتونم چی بگیرم؟ مشتق بگیرم. اما من یک طریقه دیگه به شما یاد داده بودم. اگر یک دونه کسر باشه که ایجا x به توان m باشه و ایجا هم باشه که x به توان n صحیح؟ ای طرف هرچی که بود اویش هم من دیگه کار ندارم. در لیمیت های لایتنی بر لایتنی اگر m بزرگتر از n بود میگی که جوابش چی است؟ لایتنی است. اگر m خردتر از n بود میگی جوابش چی است؟ صفر است. و اگر m مساوی به n می بود باز چی میگرفتی؟ نسبت ضرایب میگرفتی. خی اینجا من متوجه اگر شده باشین نمای بزرگ در کجاست؟ در مخرج است. خی پس من مستقیم جواب زیر چی گفتم میتونم؟ چی؟ صفر گفتم میتونم. بسیار ساده. ما پیشنهاد میکنم به این طریقه کار کنین. و یا اگر بخوایی که مشتق عمل میشه این قضیه لوپیتال. قضیه لوپیتال لیمیتی که اکسش تقرب به لایتنی کرده از صورت مشتق میشه 3x مربع منفی 4 بر از مخرج مشترک چی میشه 2x مثبت 1. خب باز که قیمت گذاری کنی متوجه شو باز لایتنی به لایتنی میبره. خب خیلی باز ما قضیه لوپیتال دفعه دوم کار میگیرم. لیمیتی که اکسش تقرب به لایتنی کرده 3 2 ما 6 x بر اینجا راستی فراموش کردیم اینمی چی است 4 x به توان 3 است. خب 3 2 6 از دیگه که مشتق بگیریم 2 جمع 4 3 ما 12 x به توان 2. بازم که قیمت پرتی بازم لایتنی بر لایتنی است. باز هم دفعه چندم مشتق میگیرم؟ دفعه سیوم یا دفعه سیوم قضیه لوپیتال عملی میکنم. x اش تقرب به لایتنی کنه 6 بر 2 12 میشه چی؟ 24 x. حالا که قیمت پرتی 6 بر 24 ضرب در لایتنی، لایتنی عدد تقسیم لایتنی جوابش صفر مبره. دلت دیگه نال تو کار میکنی دلت تو کار میکنی اردوش عین
جواب مبره. به نظر من اتو طریقی دزدی را کار بکنی بسیار ساده است. باز هم دی سوال که قیمت پرتی مبره لایتنهی بر لایتنهی. اما دقت بکو ما چی میکنمک؟ متوجه شوم از طریقی دزدی دیگه ما کار میگیریم، نسبت ضرایب میگیریم. نم بالاترین نما هم در صورت است، هم در مخرج. ضریب ازی چی است؟ منفی یک است. ضریب ازی چی است؟ سه است. خب پس منفی یک بر سه اون جواب درستش است بدون جنجال. خب این سوال که قیمت پرتیم 2 در 0 0 دیجه یک جمع یک بر صفر مراوی ما صفر است، بازم صفر ضرب در یک جمع لایتنی خلاصه از صفر اینجا مکمل لایتنی میشه، جز لایتنی بازم لایتنی صفر ضرب لایتنی. ایره چطور کار کنیم؟ صفر ضرب لایتنی ایره که همیشه دیدی ایره همیشه چی بکو؟ ساده سازی کو. ساده سازی کردی یا صفر بر صفر تبدیل میشه یا لایتنی بر لایتنی. از این به بعد شخصی یاد داری. ما میرم خیلی ساده میسازم. ساده که بسازم لامت که ایکسش تقرب به صفر کنه 2x. اینی قسمت چی میکنم؟ کدازی ضرب میکنم یا ساده سازی میکنم، میشه x مربع جمع یک بر چی؟ x مربع. آل لیمت x به صفر میرسه از 2x، یعنی جذر رو جدا جدا نشته میکنم، x مربع مثبت 1 بر جذر x مربع. آل مربع همراه با جذر خلاص. در مرحله بعدی چی میمونه؟ لیمت که xش به صفر میرسه از 2x جذر x مربع مثبت 1. اینجا چی مون؟ x. آل اینی x که دزی x دیگه چی میکنه؟ خدا خلاص میکنه. در نهایت 2 ماند. در اینجا صفر قیمت پرتو، صفر مربع جمع 1، در نتیجه 2 ضرب در جذر 1 میمونه که جواب آخرش چی میشه؟ 2 میشه. خب پس این جواب 2 ما انتخاب میکنم. این سوال که قیمت بتی 2 منفی 2 ما صفر بر 2 مربع ما 4 منفی 4، خب صفر ضرب در یک تقسیم صفر ما میشه چی؟ لایتنی. خب پس چی میکنم؟ پیش روی میکنم، ایره ساده میسازم. اکسش تقرب به 2 کرده، مخرج ازی چی است؟ یک از صورت ضرب صورت، مخرج ضرب مخرج، اکس منفی 2 بر اکس مربع منفی 4. خب بازم که قیمتم دفعه پرتی 2 2 0، 2 2 مربع ما 4 4 منفی 4، بازم صفر. این حال اجازه داری است قضیه لوپیتال کار بگیری، و یا قضیه لوپیتال نخواستی کار بگیری، به بسیار سادگی میشه چی کنی؟ از تجزیه و مطابقت کار بگیری رو ساده کنی. ببین من کار میگیرم لیمت که اکسش به 2 نزدیک میشه، خواه اکس منفی 2 خودش باشه، ایران به 2 قوس اکس منفی 2 و اکس مثبت 2 تجزیه میکنه. منفی که در منفیش خلاص 1 بر، در اینجا اکس در جاش 2 میمانم، 2 جمع 2 میشه 1 بر 4. خیلی پس جوابش است. اگر به طریقی لوپیتال هم کار کنی عین گپ است، اکسش تقرب به 2 کرده، از صورت مشتقش 1 است، از مخرج 2 اکس، بازم 1 بر 2 ضرب در 2، 1 بر 2 2 ما چند میشه؟ 4. هم به اون طریقه هم به این طریقه، مشکل نیست، من یادآوری واره طریقی گذاشتم هم کار کردم. جواب درست جواب سیم یا 1 بر 4 است. این سوال خوب دقت بکو، دیجی که قیمت پرتی میشه 2 بتوان لایتنی 3 بتوان لایتنی، بازم 2 بتوان لایتنی 3 بتوان لایتنی، خواردوی ازیا لایتنی پایان آمردوش لایتنی. یکان تا میگه ایره بایی خلاص کن، نه ایجه سه کو اکس مثبت 1 است و ایجه اکس منفی 1، حتما قیمت های ازیا فرق خواهد داشته، گیری به او خلاص نمیتونی. یک علامه است که نشان میتی یک مقدار خیلی بزرگه، صورت هم یک مقدار خیلی بزرگ، مخرج هم یک مقدار خیلی بزرگ. ایره چطور میکنی؟ میشه مشتق هم بگیریم، اما روز تا گم میکنم مشتق پشت نخات سیارایت میکنه. دیجه چی کو یار تجزیه بکو. از این سوالا ما در درس های گذشته هم کار کرده بودم، خیر بازم بختر تکرار شما ما یک سوال ایجا آوردم. 2 بنما یک ضرب در 2 پس از قاعده مساوی یکی رو بگیر نما جمع بکنی، پس هم رو میتا 3 بتوان x ضرب در 3 بتوان منفی 1 بر 2 بتوان x جمع 3 بتوان x ضرب در 3. آله بین ازیا چی میکنم؟ اونو مقایده که کلان از 2 بتوان x کلان از قاعدهش یا 3 بتوان x کلان است، نه اونو مورا باید نشان چی کو؟ مشترک بگیر. x تقرب بلایتنی کرده، 3 بتوان x هم در صورت مشتق میگیرم در مخرجم. دیگه چی میمونه؟ 2 بتوان x در در ایجه من 3 بتوان x خو ندارم که مشترک بگیرم، مجبور 3 بتوان x در مخرج اضافه کنم. ای با او خلاصه نه چیز اضافه کرده باشی نه چیز کم وقت داخل ضرب کنی. اینجا چی میمونه؟ 3 بتوان منفی 1 بر در مخرجم 3 بتوان x مشترک میگیرم. خب دیگه خو در اینی قسمت من یک 3 بتوان x ندارم، مجبور استم یکی در اینجا اضافه کنم که ضرب کنم. خلاصه پشت ازش نگرد که می ضرب بکنی، شما اگه تجزیه رو در الجبر خواندین مقصد می ضرب بکنی پس هم قسمت بده. در اینجا چی میمونه؟ 3 تنها میمونه.
حالا ثبتان x که ثبتان x چی میشه؟ خلاص میشه. خب من میرم یک کمکی رو ساده سازی میکنم، ساده نشتش میکنم، لیمیتی که xش بالای تنهی میرسه. اینی قسمت آیا اردویز یا عین نماره ندارن؟ بیا خی اردویز یا که عین نماره داره، اتو خی نشتش کو 2/3 کل بتوان x ضرب در 2 جمع ثبتان منفی 1 بر 2/3 کل بتوان x جمع 3. حالا چی میکنیم؟ متوجه شو اینجا اگر من قیمت پرتم متعال خال فعلا اینجاست، 2/3 اینجا هم نمایش x داره، اینجا هم نمایش x داره. حالا خوب متوجه شو، یا هم 2 به نمای لایتنه ای میشه یا هم چی میشه؟ 3 به نمای لایتنه ای میشه. حالا من از تو پرسان میکنم، دو زود به لایتنه ای میرسه یا 3؟ 3 قاعدش کلان است، ای زود میرسه. اینجا عدد میباشه که وقت به لایتنه ای رسیده. خیلی پس عدد تقسیم لایتنه ای جوابش 0. خیلی پس ما گفته میتونم که اینمی قسمت هم مکمل وقتی قیمت پرتی جوابش 0 میشه و اینی قسمت هم که قیمت پرتی مکمل جواب از یام چیست؟ 0 است. خیلی در نهایت پیشروی که بکنم چی میمانه؟ 0 ضرب در 2 جمع ثبتان منفی 1 بر 0 جمع 3. حالا 2 ضرب در 0 ما خود 0 میشه، ثبتان منفی 1 بر چی میمانه؟ 3 میمانه. ایره نشته میکنم 1 بر 3 بر 3 مخرج از چی است؟ 1 است. دور با دور، نزدیک با نزدیک، 1 1 1 3 3 ما میشه 9. خیلی 1 بر 9 درست ترین جواب ما اینه بعد است آمد که جواب 4 هم جواب درست است. خب تا فعلا خواه لیمیت های عادی را خواندیم، حالا میریم لیمیت های مثلثاتی را میخوانیم. لیمیت های مثلثاتی که شکل 0 بر 0 میگیره، اونمت که وارم مشتق میگرفتی یا رم میتونی مشتق بگیری، کدام گپ متفاوت نداره. خب میریم قیمت گذاری، به خاطر که قیمت گذاری بکنیم، ساین 0 0 است، 1 منفی ای به توان 0، 0 بر ای به توان 0 1 است، 1 منفی 1، خلاصه 0 بر 0 حاصل شد. حال قضیه لوپیتال خیلی کار میگیری، لیمیتی که x اش تقرب به 0 کرده مشتق ساین میشه کوساین x بر عدد ثابت خود 0 است، منفی خودش باشه از ای به توان x، بازم مشتقش ای به توان x است. حال کوساین 0 میشه جوابش 1، منفی خودش باشه ای به توان 0 میشه 1 بر 1 بر منفی 1. خیلی جوابش میمونه چی؟ منفی 1. اون انتخاب میکنم، کدام سختی خاص نداره. خب این سوال بازم قیمت گذاری میکنم، 1 منفی تانجانت پای بر 4 بر جذر 2 منفی سکنت پای بر 4 یا 45 درجه. خب 1 منفی تانجانت 45 1 است، جذر 2 سکنت 45 هم جذر 2، خلاصه از صورت هم 0 مخرج هم 0. اجازه دارم قضیه لوپیتال کار بگیرم، لیمیتی که x اش تقرب به پای بر 4 کرده، خب منفی خودش باشه تانجانت مشتقش است از سکنت مربع x بر از دیگه خواهد ثابت از 0 میشه، از سکنت منفیش خودش باشه بازم از سکنت x ضرب در تانجانت x. حالا میریم یک کمک ساده سازی میکنیم، اینی منفی با او منفی خود خلاص میکنه، لیمیتی که x اش به 45 درجه میرسه. حالا سکند نشته میکنم 1 بر کوساین x و ای دیگه سکند تر نشته میکنم که بیاک اینجا اینی یکی ازیره که یکی ازی چی کنم اگه خلاص کنم، اینجا سکند 1 بر کوساین نشته کردم، تانجانت هم نشته میکنم که ساین x بر کوساین x. حالا دیگه قیمت گذاری میکنی، 1 بر کوساین 45 میشه جذر 2 بر 2 و دیجا ساین جذر 2 بر 2 بر کوساین جذر 2 بر 2. خب جذر 2 بر 2 بر جذر 2 بر 2 خب 1 میشه، اگر چی خواهی بایی خلاص مکمل، دور با دور و نزدیک هم با نزدیک، در نهایت 1 ضرب در 1 پس خود 1، 1 ضرب در جذر 2 بر 2 میشه جذر 2 بر 2. ایرم که ساده کنیم میشه 2 بر جذر 2، در جوابا دیده نمیشه و خطا نشی که عاجل بری هیچ کدام انتخاب کنی، نه وقتی که جذر در مخرج بود یک بار یک ناطق سازی کو، خیلی هم صورت ضرب در جذر 2 هم مخرج، ای بایی خلاص ها نچیز اضافه کردی نچیز کم، 2 جذر 2 بر جذر 2 ضرب در جذر 2 میشه جذر 4، جذر 4 جوابش 2، 2 کده 2 خلاص میمانه جواب چی؟ جذر 2. خیلی پس جواب نهاییش چی است؟ جذر 2 است. اینجا بازم قیمت میگذاریم، 1 منفی ساین 90 درجه بر کوساین 90 درجه، کوساین 90 درجه خود 0 است، 1 منفی ساین 90 ما 1 است، 1 منفی 1 ما 0 بر 0 حاصل میشه. خیلی من مجبور استم بازم قضیه لوپیتال یا هوپیتال کار بگیرم، لیمیتی که x اش به
پای بر دو میرسه. خب منفی خودش باشه مشتق ساین است، کوساین اکس مشتق کوساین منفی ساین اکس است. خب پس اینی منفی با این منفی خلاص میشه، قیمت که پرتی کوساین 90، کوساین 90 بر ساین 90، یا میشه بگیم کوتان جانت 90. خب کوساین 90 ما میشه 0، ساین 90 ما میشه 1، چی میبره؟ 0 میبره. خب پس جواب درست ما جواب اول ما است. این سوال که قیمت گذاری کنی، باز هم گپ پیشتر من تکرار میکنم، دکتر باید مریض یک دفعه مریضیش بفهمه باز دوا بده، عاجل مشتق نگیده شروع، باید مریضیش ما بفهم. مریضیش که میفهم ساین 0 مربع بر ای بتوان 0 منفی 1، ساین صفر خود صفر است، صفر مربی ما بازم صفر است، بر عدد بتان صفر یک، یک منفی یک، خلاصه صورت هم صفر، مخرج هم صفر میشه. خب حالا چی میکنم؟ اگه مشتق میگیرم یا قضیه لوپیتال استفاده میکنم، اکس ما تقرب به صفر کرده، 2 ضرب در ساین اکس ضرب در کوساین اکس بر، خب مشتق ای بتوان اکس بازم ای بتوان اکس است. آیا ایره نمیتونم نظر به قضایه مثلثات ساین 2 اکس نشته کنم؟ میشه، هیچ مشکل نیست. خیلی لامته که اکسش تقرب به صفر کرده، از ساین 2 اکس بر ای بتوان اکس. آله ساین دو چند از صفر بر ای بتوان صفر، دو صفر ما پس ساین صفر است، بر ای بتوان صفر ما میشه یک. ساین صفر ما صفر است، صفر بر یک، ساین صفر خود صفر شد، صفر تقسیم یک، پس دوباره جوابش صفر است. خب پس من انتخاب میکنم جواب اوله. این سوال دقت بکو، باز هم یک منفی ام بتوان صفر بر یک منفی ان بتوان صفر. خب عدد بتوان صفر ما یک است، در صورت هم یک میشه، در مخرج هم یک، خب تفریق شوند صفر بر صفر. حالا مجبور استم چی بگیرم؟ یک مشتق بگیرم. مشتق که بگیرم لمته که اکسش تقرب به صفر کرده، مشتق باید هم از صورت بگیری هم از مخرج بگیری. خب خیلی پس من مشتق میگیرم که منفی خودش باشه، از اکس مشتقش یک است، ام بتوان اکس ضرب در لن ام بر منفی خودش باشه، ان بتوان اکس ضرب در لن ان، لن ان، لن ان، لن هم داخل ان داره یا من داره که از پیشتان غلط نشه باشه، اینجا من یک دانه قوسک میتم. به هر صورت آل اینی منفی که دزی منفی خلاص میشه، آل قیمت مندازی ام بتوان، باش رنگ سیاه کار بگیرم، ام بتوان صفر ضرب در لن ام بر ان بتوان صفر ضرب در لن ان. خب اینجا هم جوابش چی میشه؟ مکمل یک میشه و اینجا هم مکمل جوابش یک میشه. خی چی میمانه داخل لن ام بر لن ان؟ ببینید در جوابا نیست. خی بیایی رد نشته که لوگ ام به قاعده ای بر لوگ ان به قاعده ای، چون قاعده ها یکسان است، قانون قاعده دلخواه معکوس شکار بی. خی نشته میکنم لوگ ام به قاعده ان. خیلی میبینیم در جواب کلام جواب درست است، جواب سیام درست ترین جواب ماست در این سوال. میریم دوستا به طرف حلجی سوال، بازم قیمت گذاری میکنیم، کوساین 90 قیمتش است 0 و ساین 90 قیمتش است 1. خب 0 در صورت لن 1 هم جوابش چیست؟ 0. خیلی پس من باید هم از صورت مشتق بگیرم هم از مخرج، بخاطر که قضیه لوپیتال تطبیق کرده باشم. خیلی نشته میکنیم مشتق کوساین ما میشه منفی ساین اکس. آله لن است، لن که مشتق میگرفتی، لن یو مشتق از چی میشد؟ یو زبر بر یو، یعنی از اینی داخلش مشتق پس بر خود از اونم خودش. خیلی مشتق ساین ما میشه کوساین پس بر خودش که چی است؟ ساین است. حالا یک کم ساده سازی باید شه، مخرج از این ساین چی است؟ یک از دور با دور، نزدیک با نزدیک. خیلی در نهایت نشته میکنم لمت که اکسش تقرب به پای بر دو کرده، از ساین ضرب در ساین میشه ساین مربع اکس بر کوساین اکس. حالا که قیمت گذاری بکنیم، ساین 90 ما میشه یک مربع بر کوساین 90 ما چی است؟ صفر است. خب منفی یک بر چی میشه؟ صفر میشه. یک تقسیم منفی خودش باشه، یک تقسیم صفر ما میشه لایتنی. خب جواب درستش چی است؟ منفی لایتنی است. قیمت گذاری میکنیم، در نهایت متوجه میشیم که این جرک قیمت بتی میشه یک منفی یک ضرب در کوساین یک منفی یک ما چی است؟ صفر است. یک منفی یک خوینج صفر میشه کوساین کوساین ببخشین نشته کردیم کو سکند است، یعنی کو سکند. خب کو سکند معکوس چی است؟ ساین است، یک بر ساین صفر. صفر خودش باشه ساین صفر، بازم صفر است، یک تقسیم صفر. در نهایت صفر
ضرب یک تقسیم صفر ما میشه چی لایتنه ای؟ صفر ضرب در لایتنه ای شکل مبهم است. خیال چی میکنم شکل زیر باید چی بکنی؟ تغییر بدی بختر که حل شوی سوال. خب پس x منفی یک خودش باشه کوسکن مکوس ساین نیست. خیلی ترنشتش میکنیم ساین از یک منفی چی x. با استفاده از قضایای مثلثات البته های مثلثاتی میفهمیم که زوایای از این را یکسان بکنی اترام حل میشه. خب خیر ما دیجه به طریقی چی کار میکنم؟ به طریقی مشتق کار میکنم. وقتی قیمت بگذاریم ببینین ام دفعه چی جور شد؟ صفر بر صفر جور شد. خیلی صفر بر صفر که دیگه جور شده مشکل نیست، میشه مشتق بگیریم از قضیه لوپیتال استفاده بکنیم. خیلی نشته میکنم لامت که x مشتق رو بیک کرده از صورت مشتقش میشه یک. از مخرج باید اول از زاویه مشتق بگیریم. مشتق یک منفی x از یک خواهد ثابت از صفر میشه. از منفی x مشتقش منفی یک است. ضرب مشتق ساین مم چی است؟ کوساین یک منفی x. آل در نهایت قیمت گذاری بکنم منفی کوساین از یک منفی یک، در نتیجه یک بر کوساین چی شد؟ صفر شد. کوساین صفر جوابش چی است؟ یک است. خیلی پس یک بر منفی یک جوابش چی میشه؟ پس منفی یک میشه. خیلی جواب دوم جواب درست است. اگر خواسته باشی توسط قضایای لمت کار کنی میشه به این شکل هم کار بکنی که لمت که x مشتق رو به یک کرده از مشتق هیچ کار نگیری. ایره مایت رو نشته بکنم که یک بر ساین یک منفی x بر x منفی یک است، نه مخرج از یک است. پس که دور با دور نزدیک با نزدیک بکنم پس همون چیز برای من میتا. خی ما آل چی میکنم بین زینی قسمت که x منفی یک است ما یک تا منفی اگر مشترک بگیرم ایده میتونم نشته بکنم که منفی مشترک یک منفی x. نظر به قوانین قضایای لمت میتونم نشته بکنم که اینجا مکمل جوابش چی میشه؟ یک میشه. خیلی در نهایت چی باقی مان؟ در نهایت باقی مان که یک بر چی منفی یک که جوابش بازم چی است؟ منفی یک است. خلاصه از هر طریقه پیش بری عین جواب بدست میه. خب دیجی قیمت پرتم 5 ضرب در صفر پس میشه خود صفر ضرب در کوتانجان مکوسی چی است؟ تانجانت است. خب یک بر تانجانت صفر بازم صفر است. صفر ضرب در چی میشه؟ لایتنه ای. همیشه صفر ضرب لایتنه ای شد. ساده سازی که کدام گپ دیگر نداره. لامت که x تقرب به صفر کرده 5x در صورت و تانجانت چی 5x هم ایدگاه هم در کجا در مخرج. حالا اگر از قضایای لامت استفاده بکنیم ببین به بسیار سادگی تانجانت و نموزاویه بر نموزاویه نیست. جواب از چی جور میشه؟ یک جور میشه. اما بیاین خیر است بختر که تمرین ما پخته شوه قوی شوه ما از قضیه لوپیتال کار میگیریم. لمت که x تقرب به صفر کرده از صورت مشتقش میشه 5، از زاویه میشه 5، از نسبت میشه سکن مربع چی 5x. آله اینی 5 که دزی 5 خلاص میمونه نتیجه گیری که یک بر سکن مربع 5x. سیز اینجا لمت هم داریم که x تقرب به چی کرده؟ به صفر کرده. آله سکن معکوس کوساین است. خیلی در صورت نشته میکنم لامت که x تقرب به صفر کرده از کوساین مربع 5x. قیمت که بگذاری میشه کوساین مربع 5 ضرب در صفر. 5 صفر ما میشه صفر. کوساین مربع چی؟ صفر. کوساین صفر میشه یک. یک مربع جواب نهاییش چی مبره؟ یک مبره که نمام انتخاب میکنم. این سوال وقتی قیمت گذاری بکنیم یک بر یک منفی یک منفی یک بر لن یک. یک منفی یک ما یک بر صفر یک بر صفر. خلاصه لایتنه ای منفی لایتنه ای میشه. لایتنه ای منفی لایتنه ای اگر شکل جذری بود مزدوج میگرفتی، اگر کسری می بود مخرج مشترک. حالا من میرم خواهی مخرج مشترک میگیرم. لمت که اکسش تقرب به یک کرده بین از یک مخرج مشترک بگیریم x منفی یک ضرب در لن x. ای با ای خلاص میشه x لن x منفی لن که لن خلاص میمانه از x منفی یک. حالا کمه که ساده سازی میکنم لمت که اکسش تقرب به یک کرده از x لن x منفی ضرب منفی میشه مثبت یک بر در مخرج چی دارم؟ x ln x منفی ln x. حالا متوجه شو قیمت گذاری اگر ما بکنم یک ضرب در ln یک خود صفر است منفی یک مثبت یک بر ln یک بازم صفر است. یک ضرب در صفر منفی ln یک بازم صفر. ای بایی خلاص صورت هم صفر مخرج هم صفر. خیلی صفر بر صفر که شد آل اجازه داری از قضیه لوپیتال استفاده کنی. نشته میکنیم لمت که اکسش تقرب به یک کرده از صورت هم مشتق میگیریم از مخرج هم. از صورت که مشتق بگیریم از این قسمت یو وی میشه مشتق x میشه یک ضرب در لن x جمع. حالا
اکس خودش همان از لنکس که مشتق بگیرم میشه یک بر اکس منفی یک بر از دیگه که مشتق بگیرم بازم کپی صورت نیست خیلی اینی قسمت که مکمل ما کپی در پایان نشته میکنم لن اکس جمع اکس سر در یک بر اکس سیست اینی قسمت هم چی میشه منفی یک بر اکس میشه کمک ساده سازی که دوست عزیزم ای بایی خلاص و هم با دیگه خلاص خب حالا به دست من که لیمت تقرب به یک اینجا لانه اکس اینجا شما متوجه شوین آیا مثبت یک به دست نامد مثبت یک هم کده منفی یک خلاص میشه میمانه تنها لانه اکس و دیجا لانه اکس جمع یک منفی یک بر اکس میمانه حالا که باز قیمت ببینی لانه یک هم میشه صفر لانه اینی یک هم میشه صفر اینجا هم که قیمت پرتی مثبت یک منفی یک بر یک در نهایت صفر بر منفی یک و مثبت یک هم که دیگه چی میشن خلاص بازم صفر بر صفر شد خب پس من ناچار یک بار دیگه هم از چی بگیرم اک مجبور استم مشتق بگیرم خب پس مشتق دفعه دوم میگیرم مشتق دوم یا استفاده از قضیه لاپیتال در دفعه دوم بازم لن اکس مشتقش چی است یک بر اکس است ای دیگه لن اکس بازم یک بر اکس است ای دیگه عدد ثابت است خود صفر میشه اینی منفی ده خودش هم میمانم آل ازی اگر من مشتق بگیرم من مجبور استم ایر اکس بتوانم منفی یک مشتق کنم خیز دو که مشتق بگیری منفی یک زر در اکس بتوانه از یک که یکی دیگه هم بره میمانه منفی دو زیست یک کم دیگه هم باید ساده سازی شوه لیمیت که اکسش تقرب به یک کرده از یک بر اکس بر خب ایجا چی که پس یک بر اکس خودش باشه اینی منفی ضرب از اینی منفی خودم میکنه میشه مثبت ای دیگر هم در مخرج ما پس میارم میشه یک بر چی اکس مربع حال قیمت میگذاری قیمت که بگذاریم بعد اسمه که یک بر یک بر یک بر یک جمع یک بر یک مربع حال یک بر یک جمع یک میشه که در نتیجه بعد اسمه یک بر دو خب دیده میشه که یک بر دو صفر اشاره پنج بر دوش یک پس خیلی پس ما میبینیم که آمی جمع اشتباه کردیم یک و سه ساعت است یک و سه هم نه ببخشین دو و سه ساعت است باید میبود خیلی پس جواب دوم صفر اشاره پنج است جواب سه هم یک بر دو کردوش یک پس خیلی پس درست ترین جواب ما جواب چی است جواب چهارم است دهی سوال هم که قیمت گذاری کنیم ساین صفر صفر ساین صفر صفر سه صفر صفر خلاصه صفر بر صفر قضیه لوپیتال کار میگیرم لیمیت که اکسش تقرب به صفر کردم مشتق ساین کوساین از زاویه مشتقش میشه دو مشتق ساین مام چی است کوساین دو اکس است بر مشتق مخرج مام سه آل قیمت میتی میشه کوساین صفر جمع دو کوساین صفر بر سه آل کوساین صفر جواب از یک است از دیگام یک است یک جمع یک دو پس دو میشه بر سه یک جمع دوی ما میشه سه سه بر سه را هم جوابشه یک قبول میکنیم ده ای سوال که قیمت گذاری بکنیم میشه لایتنایی ساین یک بر لایتنایی لایتنایی بیرون خودش باشه یک تقسیم لایتنایی میشه صفر آل لایتنایی ضرب صفر یا صفر ضرب لایتنایی اردوش یک پس خلاصه شکل ما به همینجا بر ما بدست آمد ما مجبور هستم یک کمک تغییر شکلی را بتم لبته که اکسش تقرب به لایتنایی کرده ما اکس در جایش نشته می کنم یک بر اکس زر در ساین یک بر اکس ببین مخرج ازی چی است یک از دور با دور نزدیک با نزدیک پس های اما اکس نمیتا میتا خی چی کو ایرا به این شکل آل نشته کو لبته که اکسش تقرب به لایتنایی کرده مخرج ازی یک است صورت ضرب صورت مخرج ضرب مخرج در صورت به دست میاد که ساین یک بر اکس و در مخرج به دست میاد که یک بر اکس خب به وضاحت دیده میشه از روی قضایا میفهمیم که اینمی لیمیت سیست که قیمت گذاری کنی بازم چی از صفر بر صفر است خب میشه مشتق هم بگیریم میشه که مکمل جواب زیر چی نشته کنیم یک هم نشته کنیم خب بین به یاد مسابق ما دیگه مشتق نمیگیریم از قضایای مثلثات لیمیتای مثلثاتی استفاده میکنم جواب زیر چی میگم یک میگم خب پس جواب اول درست ترین جواب است یا جواب صحیح ماست در این سوال بازم این سوال که قیمت بیتی میشه صفر و تانجانت چی بود است من پای بر دو صفر خودش باشه تانجانت 90 ما قیمتش آیا لایتنه نیست است باید ایرام یک رقم جور کنی یا صفر بر صفر باید چه یا لایتنه بر لایتنه اکس منفی پای در صورت و در جای تانجانت معکوسش میکنیم کو تانجانت اکس بر دو نشتش میکنم مخ چیز زیاد کم نکردیم حالا که قیمت پرتی پای منفی پای صفر کو تانجانت
کوساین بر ساین نیست، کوساین 90 ما چی میشه؟ صفر میشه و ساین 90 ما 1. بازم صفر بر صفر حاصل نشد. آل خیلی پس اجازه داری مشتق بگیری. مشتق میگیریم خیلی نشته میکنیم لیمت که اکسش تقرب به پای کرده باشه، از صورت مشتقش یک است، از کوتانجانت چون کو داره یک دانه منفی میمانم، کوسکن مربع چی؟ اکس بر دو. از زاویه که مشتق ناله بگیری مشتق زاویه شما میشه چی؟ یک بر دو. حالا میرمک چی میکنم؟ کم دگام ساده سازی میکنم. خب یا این قیمت میگذاریم دیگه، ساده سازی را میکنیم، قیمت را میگذاریم. کوسکن مربع چی؟ پای بر دو ضرب در یک بر دو. حالا کوسکند آیا معکوس ساین نیست؟ خب ساین 90 چی میشه؟ یک میشه. اینجا هم چی میکنه خدا قیمت خدا؟ یک جور میکنه. خب پس یک مربع ضرب در یک بر دو در نهایت منفی یک بر دو میمونه که بیخی ساده سازیش بکنی، مخرج از یک از دور با دور، نزدیک با نزدیک، میشه جواب آخر ما منفی دو که انتخاب میکنم. میریم به طرف لمتای صفر به نمای صفر لایتنی به نمای لایتنی. اینی لمتای زیر کار خواد کردیم شکلای ما بهمشه. اما ای لمتا را داشت در کتاب مکتب و قدر نپیچیده، اما بس سوالات کار میکنم. این سوالات کار کردنش بر شما فایده داره، نقص نداره، بخصوص وقتی که شما در پنتون میرین، انجینری میخوانین، اقتصاد میخوانین، رشتهایی که با ریاضی سر کار داره. مثل خودم خواندم بسیار ریاضی اونجا قوی بود دیگه، دوج شما را کمک میکنه، چیزی است که بدون نقص نیست. خب بر صورت میریم قیمت میندازیم. قیمت که پرتی x صفر به نمای صفر شد، این رقم یک سوال چطور کار میکنی؟ خب ما دارم که لمتی که x به نمای x است، x شام تقرب به صفر کرده. اینی می لیمیت که تو حل بکنی آیا یک جواب نخواد داشت؟ من نام ازمو جوابش چی میمونم؟ پی. هنوز برام معلوم نیست. ما از اطراف ازی چی میگیرم؟ یک لن میگیرم. از اطراف که لن بگیری در نتیجه نشته میکنی که لن اینی می چیزی که دمی داخل است، x تقرب به صفر کرده، از x به نمای x مساوی به لن پی. حالا چی میکنم؟ یک لن در داخل نشته میکنم، x تقرب به صفر کرده، از لن x به نمای x مساوی از بلن p. آله مرحله بعدی چی میکنیم؟ نظر به قوانین لوگارتم میفهمیم که چی جور میشه ضریب. خیلی لیمیت که xش تقرب به صفر کرده، از x ln x را جور میکنم، بازم این مساوی به چی است؟ ln p. خب وقتی که شما متوجه شده باشین، من این رو نشته میکنم، لیمیت که xش تقرب به صفر کرده، اینی x که دی بین لن است، من ایره نشته میکنم که یک بر x کل بتوان منفی یک، و ای دیگر هم نشته میکنم که یک بر چی؟ x. ببین این مخرج ازی که نشته کردیم ای پس ساده شده در صورت میره، ای دیگر هم که پس به صورت نشته کنی علامه منفی چی جور میشه؟ مثبت جور میشه، بازم مساوی به لن پی است. یک کم دیگه هم پیش میرم. خب اینی منفی یکم چی جور میتونه شه؟ ضریب میتونه جور شه. بیا او منفی رو بیخی در بیرون بان، لیمیت که اکسش تقرب به صفر کنه، از لن یک بر اکس بر یک بر اکس مساوی از بر لن پی. حالا خوب متوجه باش، وقتی که من اینجا قیمت پرتم لن لایتنهی و اینجا هم چی بدست؟ من لایتنهی در نتیجه لایتنی بر لایتنی به دست نامد. خی اجازه داری اینجا چی بگیری؟ مشتق بگیری. خی پس اینی منفی یک خودش باشه، ما از صورت هم مشتق میگیرم، از مخرج هم. از صورت که مشتق بگیریم اک میشه منفی یک بر اکس مربع بر یک بر اکس، و از مخرج هم مشتقش چی است؟ منفی یک بر اکس مربع. این طرف دیگه مخرج ندارم، بازم لن پی خودش باشه. باشین که اینی جلمت یادم رفت، منفی لیمیت که اکسش تقرب به صفر کرده. حالا کمک ساده سازی باید چه؟ ساده سازی که شه این یکی ازی که یکی ازی خود خلاص میکنه، در نهایت نشته میکنم منفی لیمیت که اکسش تقرب به صفر کرده، در نتیجه اینی منفی که در زینی منفی خود چی میکنه؟ خلاص میکنه. خب چی میمونه اینجا؟ میمونه که یک بر اکس در صورتش بر یک بر اکس مربع در کجا؟ در مخرجش، مساوی از بلن پی. بیا یک کم دیگه هم اینجا ساده میشه، این یکی ازی که یکی ازی خلاص میشه، و نشته میکنیم دور با دور، نزدیک با نزدیک، منفی لیمیت که اکسش تقرب به صفر کرده، از اکس بر یک میشه که اکس نشتهش میکنم، از لن پی. حالا ما چی میکنم؟ خوب متوجه باش،
اینجا که قیمت گذاری بکنی در جای x، حال دیگه تنها x ماندنه، من چرا لن گرفتم، چرا قدر جنجال که اینمی نما اینمی متعال از نما دور شد، حال خیلی متعال از نما دیگه دور شد، جنجال ها خلاص، قیمت پرتیم چی میشه؟ منفی صفر مساوی از بلن پی، منفی صفر پس خود صفر نیست، مساوی به لن پی، حال لن پی ما مساوی به چی است؟ صفر است، یعنی از جواب تا لنش چی است؟ صفر است. حال خیلی پس ما اگیر بخواهیم اتون نشته کنم از حالت لوگارتم بکشم به حالت نما، ایره میبرم در قایدش استاد میکنم، قوانین لوگارتم است دیگه ما ایره تشریح کردیم، میشه ای به توان صفر پی مساوی است، عدد به توان صفر میشه جوابش چی؟ یک. خیلی پس اونم جوابش که تو پی قبول کرده بودی اونم مساوی به چی است؟ یک است. خیلی پس این جواب اول جواب درست است. دی سوال باز هم یک بر لایتنایی بنمای لایتنایی، یک تقسیم لایتنایی میشه صفر صفر بنمای لایتنایی. باز هم این سوال باید هم تر حل بکنی، لمت که اکسش تقرب به بینهایت کرده، از یک بر اکس کل بتوان اکس ایره مساوی به یک حرف قرار بده، مثلا ما ام دفعه چی میگم؟ اک اف میگم. حالا از اطراف مجبور استی لن بگیری، از اطراف که لن بگیریم ایسون هم لن دار میشه و ای طرف هم لندار میشه. خب در نهایت لمت بیرون نشته کو و لنه در داخل نشته کو، لنه یک بر اکس کل بتوان اکس مساوی است به لنه اف. یک کمک تیستر کار میکنم، لمت که اکسش تقرب به لایتنهی کرده از اکس، لنه یک بر اکس مساوی است به لنه اف. حالا ما چی میکنم؟ اینجا که قیمت پرتی ای چی جور میشه؟ لن یک بر لایتنایی، باز لن صفر خود جوابش نمیفهمی، ایره خیلی چطور کنم؟ اکس تقرب به لایتنایی کرده از اکس زرد در، ایره نشته میکنم اکس به توان منفی یک، زیسته منفی یک پس همو گه پس نیمو رو میده مساوی میشه به لن اف. آل لمت که اکسش تقرب به لایتنایی کرده اینی منفی یک چی میشه جور میشه؟ ضریب جور میشه. خیلی پس میشه منفی اکس لن اکس مساوی است به لن اف. آل خی خوب دقت کو، ما آل که قیمت پرتم اینجا هم لایتنایی لنه لایتنایی، در نتیجه کل از جواب از چی میشه؟ لایتنایی نمیشه. خی جواب از نمی که مکمل لایتنایی شد، ما در جایش دیگه مستقیم لایتنایی نشته میکنم. خی پس لنه اف مساوی به چی شدک؟ آه یادمانه رو اینجا یک دانه منفی هم راستی داشتیم، لن اف مساوی شده به منفی لایتنه، لن که لوگ کی نشته کنیم لوگ اف به قاعده ای میشه مساوی به منفی لایتنه، اینی میره قاعده از جور میشه اف مساوی به ای به نمای منفی لایتنه. خب یگان تو زود وار خطا میشه اف مساوی به لایتنه، نه غلط کردی بچش، چیکو اینی خو نمایش منفی است، ای میشه یک بر ای به نمای لایتنه، یک بر لایتنایی یک تقسیم لایتنایی ما چی میشه؟ صفر. خیلی پس اف یا مو جوابش در نتیجه چی میبره؟ صفر نمیبره، آم میبره. خیلی جواب درستت اینجا چی است؟ جواب اول یا صفر است. قیمت میگذارم یک تقسیم صفر از ساین صفر، یک تقسیم صفر ما میشه لایتنایی، ساین صفر ما بازم صفر است، لایتنایی به نمای صفر شد. بازم اون پیشتر واره اینمی لمتی که اکسش به صفر نزدیک شده از یک بر اکس کل بتوان ساین اکس، یک جواب داره نی؟ حتما یک جواب خواد داشت، اما جوابش هم نامش چی میمانم؟ ام میمانم. از اطراف من لن میگیرم، اک این ازیجا هم لن میگیرم و از این طرف هم لن میگیریم، از دو سمت لن میگیریم، در نتیجه خب لمت بیرون نشته میکنم، در لن بیاز قانون است که نمایش ضریبش جور میشه، خیلی نشته میکنم لمت بیرون اینه نشته کردم، کم تیز دیگه کار میکنم چون در سوال اول دوم تمرینت شد. آله در داخل چی که پس ساین ما ضریب جور میشه از لن یک بر اکس مساوی به لن چی میمونه؟ ام میمونه. آل خوب دقت کو، آل که تو قیمت بندازی چی جور میشه؟ یک تقسیم لایتنه صفر میشه لایتنه، این قسمت لایتنه شد، اینجا هم چی شده؟ صفر شد. خیلی کار دیگه کو، کار دیگه هم چه رقم که اینمی ساین بیاد مخرج کوسکن نشته کو، خیلی نشته میکنم که لمت که اکسش تقرب به صفر کرده از لن یک بر اکس بر کو سکنت چی اکس مساوی از بلن ام. چرا این کار میکنم؟ به خاطر که آل سیکو قیمت پرتی چی بدست مه؟ لایتنهی بر لایتنهی بدست مه، اگر لایتنهی بر لایتنهی نباشه یا صفر بر صفر نباشه تو حق نداری دیگه قضی مشتق بگیرید، این دو حالت مزمو خاطر تو تلاشا رو میکنم. آل خیلی قضی لوپیتال کار میگیرم، منفی یک بر اکس مربع مشتق صورت است بر یک بر اکس سیسته بر
مشتق کوسکنت چی است؟ منفی کوسکنت ضرب در کوتانجانت اکس مساوی میشه به لن ام. پیش میرم یک کمک دیگه هم. حال متوجه شو این یکی ازی که یکی ازی خلاص میشه، این منفی هم که ازی منفی خلاص میشه، میمونه که یک بر اکس بر کوسکنت اکس ضرب در کوتانجانت اکس مساوی است به لن ام. حالا کم دیگه هم ساده سازی، اینجا یادمانه را که یک دانه لیمت هم داریم که اکسش تقرب به صفر کرده و اینجا هم داریم لیمت که اکسش تقرب به صفر کرده. خب کم ساده سازی که شوه چه رقم نشتهش میکنم که یک بر اکس خودش باشه، کوسکنت نشته میکنم که یک بر ساین اکس کوتانجانت کوساین اکس بر ساین اکس مساوی است به لن ام. اینجا هم یادمانه را که چی داریم؟ لیمت داریم. خب اینی قسمت ها که یک جای ضرب بکنیم خو یک کسر شد، انال دور با دور و نزدیک با نزدیک ضرب میکنیم، در نهایت لیمت که اکسش تقرب به صفر کرده ساین ضرب در ساین میشه ساین مربع اکس بر اکس ضرب در کوساین اکس مساوی است به لن چی؟ لن ام. حالا مرحله بعدی را شما خوب دقت بکنید. اینجا که من قیمت پرتم بیای تو میکنم که اینی جره مربع جور میکنم، یک دانه اکس دیگه پس اینجا میمونم، ای بایی خلاص شد، نه چیز زیاد کردی و نه چیز کم. اینی قسمت مکمل ما جوابش چی گفتم میتونم؟ یک گفتم میتونم. نظر به قضایه لیمت های مثلثاتی است، لیمت که اکسش تقرب به صفر کرده آل چی میمونه؟ اکس بر کوساین اکس مساوی به لن ام. مرحله بعدی جنجال سختی نداره اما یک کم محاسبه داره، اونمو یک کمک دیگه بیمزه میکنه این سوال آره. خب هر صورت قیمت که پرتیم صفر کوساین صفر چی میشه؟ یک مساوی میشه به لن ام. حالا صفر مساوی به چی شده؟ لن ام شد، لن ام ما مساوی به صفر. خب وارخطا نشی که جبری بری چی ره انتخاب کنی؟ صفره. بخاطر وارخطا نشو که اینجا لنه از این جوابت مساوی به چی است؟ صفر است، خود جوابت نیست، ای مساوی به صفر. خیال ام مساوی است به ای بنمای صفر، ام ما مساوی میشه به چی؟ یک. خیلی پس جواب ما اونمو ام چی است؟ یک است. خیلی پس ما جواب اول چی میکنم؟ القا میکنم یا نشانی میکنم. و بالاخره رسیدیم به آخری سوال، قیمت پرتی لایتنه ای بنمای لایتنه. باز هم اینمی لیمت که اینمی جا میبینی اینمی خدا شرمانده، وقتی که حل شوه یک جواب نخواد داشت جوابشه پی منامشه میمونه، هنوز به من معلوم نیست. از اطراف لن میگیریم، از این طرف هم لن، اینه از این طرف هم لن. لن که بگیری چی گپ میشه؟ لیمت ده بیرونش تکو اکسش تقر بلایتنه از لن اکس بنمای اکس مساویه به لن پی. آلی ایره زریب جور کو میشه لیمت که اکسش تقرب به لایتنه کرده باشه از اکس الن اکس مساوی است به الن پی. ایجا قیمت پرتی اینجا خو لایتنه شد، ای دیگام چی شد؟ لایتنه، لایتنه ضرب لایتنه، مکمل جواب ما چی شد؟ لایتنه. آله لن پی مساوی به چی شده؟ لایتنه. جوابش لایتنه فعلا نیست که عاجل کده بیرید انتخاب کنی، نه دیوانه نشو، ببین دقت کو لنه از اونم جواب چی است؟ لایتنه است. اگر من اشتا کنم لوگ پی به قایده ای مساوی به لایتنه ای، ایره برم قایده جور کنم پی مساوی است به ای به نمای لایتنه ای. آیا منفی لایتنه است یا مثبت لایتنه؟ مثبت لایتنه است. خیلی پس نشته میکنم پس خود لایتنه. این حال خیلی گفته میتونم 100% که جوابش چی است؟ لایتنه است. تشکر دوستا، در درس های بعدی ما را حتما چی بکنین؟ تعقیب بکنین. و همچنان در آخر ویدیو سوالاتتون رو کار بکنین، سوال مشکل بود برای ما حتما کامنت بانین. وقتتون خوش، الله حافظ. دقیقه ما یادتون نره دعا کنین.